سلام، امیدواریم که حالتون خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید. امروز فصل 15 و 16 داستان هری پاتر و زندانی آزکابان رو با همدیگه میبینیم و میشنویم. این داستان نوشته خانم جی کی رولینگ و لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله کنار شما حتما بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد. انتقادی یا پیشنهادی هم اگر بود لطف کنید توی کامنت ها برای ما حتما بنویسید. سپاسگزاریم. فصل 15 مسابقه نهایی کویدیچ. هرمیون نامه را جلوی آنها گرفت و گفت اون اینو برام فرستاده. هری نامه را گرفت. کاغذ نامه مرطوب بود و قطرات درشت اشک در بعضی قسمت‌ها باعث پخش شدن جوهر شده بود و خواندن آن دشوار به نظر می‌رسید. در نامه نوشته بود: هرمیون عزیز، شکست خوردیم. به هم اجازه دادن اونو به هاگوارتس برگردونم، البته تا وقتی که تاریخ اعدام مشخص بشه. توی لندن به کجمنگار خیلی خوش گذشت. هیچ وقت کمک تو رو فراموش نمی کنم، هاگرید. هری گفت: اونا نمیتونن این کارو بکنن، نباید این کارو بکنن. کجمنگار خطرناک نیست. هرمیون اشکایش رو پاک کرد و گفت: بابای مالفوی کمیته رو ترسونده و وادارشون کرده این حکمو بدن. خودتون که میدونید باباش چجوریه. اونا هم که یه مشت پیر هافهافوی احمقن و حسابی ترسیدن. البته تقاضای فرجام کرده، اما من که چشمم آب نمیخوره. هیچ فرقی نمیکنه. رون قاطعانه گفت: چرا فرق میکنه هرمیون؟ این دفعه دیگه نمیگذاریم خودت تنهایی کاری کنی، خودم کمکت میکنم. هرمیون که از این برخورد رون خوشحال شده بود، این بار از خوشحالی میگرست. رون لبخند مهرامیزی به هرمیون زد و هرمیون آرامش خود را به دست آورد و گفت: رون، من برای خالخالی خیلی متاسفم. رون برای اینکه به او دلداری بدهد گفت: مهم نیست، اون دیگه پیر شده بود، اصلا به هیچ دردی هم نمیخورد. از کجا معلوم؟ شاید حالا دیگه مامان و بابام برام یه جخت بخرن. با اقدامات امنیتی که بعد از دومین حمله بلک اعمال شد، هری، رون و هرمیون نمیتوانستند شبها به دیدن هاگرید بروند. تنها زمانی که فرصت گفتگو با او را داشتند سر کلاس مراقبت از موجودات جادویی بود. به نظر میرسید حکم کمیته ضربه جبران ناپذیری به هاگرید وارد کرده است. هاگرید گفت: همش تقصیر منه که لالمونی گرفته بودم. اونا با اون رداهای سیاهشون گوش تا گوش نشسته بودن. منم که دائما یادداشت‌ها از دستم می‌افتاد و همه تاریخ‌هایی رو که هرمیون واسم پیدا کرده بود پاک فراموش کرده بودم. بعد لوسیوس مالفوی بلند شد و چند کلمه حرف زد. کمیته هم دقیقاً همون کاری رو کرد که اون گفته بود. رون با قاطعیت گفت: هنوز جلسه فرجام‌خواهی مونده، به این زودی ناامید نشو، ما تلاشمون رو می‌کنیم. آنها با بقیه دانش آموزان از سراشیبی بالا می‌رفتند که وارد قلعه شوند. از دور مالفوی را به همراه کراب و گویل می دیدن که دائما برمیگشتن و با آنها پوزخند می زدن. وقتی به پله های قلعه رسیدن، هاگرید با چهره غمزده گفت: چه فایده ای داره رون؟ اون کمیته از لوسیوس مالفوی حساب می بره. من فقط می خوام کاری کنم که بقیه عمر کجمنگار شادترین روزهای زندگیش باشه. این تنها کاریه که می تونم براش بکنم. آنگاه صورتش را با دستهایش پوشاند و برگشت و به سوی کلبه‌اش رفت. مالفوی، کراب و گویل پشت در ورودی ایستاده بودند و حرفهای هاگرید را گوش میکردند. مالفوی گفت: نگاش کن، ببین چجوری داره گریه میکنه. آدم به این بدبختی دیده بودین؟ مثلا ناسلامتی استاد ماست. هری و رون با خشم و غضب میخواستند به طرف مالفوی بروند، اما هرمیون زودتر جلو رفت و شپلق. هرمیون با تمام نیرویش به صورت او سیلی زد. مالفوی تلو تلو خورد. هری، رون، کراب و گویل انگوش به دهان مانده بودند. هرمیون دستش را بالا برد که سیلی دیگری بزند و گفت: چطور جرأت کردی به هاگرید بگی بدبخت؟ ای دروغگوی بدزاد. رون هرمیون را صدا کرد و کوشید دست او را بگیرد، اما او دستش را آزاد کرد و گفت: برو کنار رون. آنگاه هرمیون چوب دستیش را در آورد. مالفوی یک قدم عقب رفت. کراب و گویل به مالفوی نگاه کردند که کسب تکلیف کنند. همه در بهت و حیرت قوطه‌ور بودند. مالفوی گفت: بیاین بریم. آنگاه هر سه وارد راهروی شدند که به دخمه ها می‌رسید. رون که از رفتار هرمیون هم شگفت زده بود هم خوشحال گفت: هرمیون. هرمیون با صدای لرزان گفت:
هری تو باید مسابقه نهایی کویدیچ رو ازش ببری. بهتره که ببری، چون من اصلا تحمل بردن تیم اسلایترین رو ندارم. رون که هنوز با چهره حیرت زده به هرمیون نگاه میکرد گفت الان کلاس وردهای جادویی داریم، بهتره دیگه راه بیفتیم. با عجله از پلکان مرملی بالا رفتن که زودتر خود را به کلاس پروفسور فلیتویک برسانند. وقتی هری در کلاس را باز کرد، پروفسور فلیتویک گفت دیر اومدین بچه‌ها، زود بیان توی کلاس، چوب دستیتون رو بردارین، امروز وردهای شادی بخش رو تمرین میکنیم. همه کلاس به گروه‌های دو نفری تقسیم شدن. هری و رون با عجله پشت یکی از میزهای ته کلاس نشستن و کیفشان را باز کردن. رون به پشت سرش نگاهی انداخت و گفت پس هرمیون کو؟ هری نیز به اطرافش نگاه کرد. هرمیون به کلاس نیامده بود، اما هری اطمینان داشت وقتی در کلاس را باز کرد هرمیون در کنارش ایستاده بود. هری به رون خیره شد و گفت خیلی عجیبه، شاید رفته باشه دستشویی یا جای دیگه ای. اما هرمیون تا آخر زنگ به کلاس نیامد. وقتی از کلاس بیرون می آمدند صورت همه خندان بود. ورد شادی بخش وجود همه را سرشار از شادی رضایت بخش کرده بود. رون به هری گفت اگه هرمیون اومده بود میتونست برای خودش ورد شادی بخش بخونه. هرمیون برای صرف نهار هم نیومد. وقتی کیک سیبشان را نیز خوردن، تأثیر وردهای شادی بخش از بین رفت و در نتیجه هری و رون کم کم برای هرمیون نگران شدند. هنگامی که دوان دوان در طبقه بالا به سوی برج گریفندور می‌رفتند، رون با نگرانی گفت نکنه مالفوی بلایی به سرش آورده باشه. آنها از جلوی غول‌های نگهبان گذشتند. اسم رمز را به بانوی چاق گفتند، فلیبرتی جیبت، و شتابان از حفره تابلو وارد سالن عمومی شدند. هرمیون پشت یکی از میزها سرش را روی کتاب ریاضیات جادویی که باز بود گذاشته بود و به خواب عمیقی فرو رفته بود. آن دو جلو رفتند و هر کدام در یک طرف او نشستند. هری او را تکان داد تا بیدار شود. هرمیون با تکانی از خواب پرید و سراسیمه به اطرافش نگاه کرد و گفت چیه؟ وقت رفتنه؟ الان باید سر کدوم کلاس بریم؟ هری گفت سر کلاس پیشگویی، اما فعلا 20 دقیقه وقت داریم. هرمیون چرا سر کلاس وردهای جادویی نیومدی؟ چی؟ وای نه یادم رفت بیام. چطور ممکنه فراموش کرده باشی؟ تو که تا جلوی در کلاس با ما بودی. هرمیون گفت باورم نمیشه پروفسور فلیتویک عصبانی شد. آن علتش مالفوی بود، از بس درباره اون فکر کردم سر رشته کارمو گم کردم. هری نگاه تحقیرآمیزی به کتاب قطور ریاضیات جادویی انداخت که هرمیون آن را مثل بالش زیر سرش گذاشته بود و گفت میدونی چیه هرمیون، به نظر من تو داری از پا میفتی، زیادی داری به خود فشار میاری. هرمیون مویش را از جلوی صورتش کنار زد و همونطور که در این سو و آن سو به دنبال کیفش میگشت گفت نه بابا، یه اشتباه کوچیک بود، همینو بس. بهتر زودتر برم و از پروفسور فلیتویک عذرخواهی کنم. سر کلاس پیشگویی همدیگر میبینیم. 20 دقیقه بعد هرمیون در پایین پله کلاس پروفسور تریلانی به آنها پیوست. چهرهش آشفته و نگران بود. هرمیون گفت باورم نمیشه که کلاس وردهای شادی بخش رو از دست دادم. شرط می‌بندم که یکی از سوالات امتحانه. پروفسور فلیتویک گفت ممکنه سوال امتحان باشه. از نردبان بالا رفتند و وارد برج تاریک و دم کرده شدند. روی هر یک از میزهای کوچک یک گوی بلورین درخشان که روی آن لکه‌های مبهم سفید به چشم می‌خورد وجود داشت. هری، رون و هرمیون دور یک میز زوار در رفته نشستند. رون نگاهی به اطرافش انداخت مبادا پروفسور تریلانی از گوشه بیرون بیاید و حرفش را بشنود. سپس زیر لب زمزمه کرد من فکر میکردم گوی بلورین برنامه درسی ترم آینده است. هری زیر لب جواب داد ناراحت نباش، این معنیش اینه که کفبینی تموم شده. هر بار که به دست من نگاه میکرد و حالش دگرگون میشد حالمو به هم میزد. روزتون بخیر. صدای مرموز و آشنای تریلانی بود که مثل همیشه از گوشه‌ای تاریک بیرون می‌آمد. پروتی و لاوندر از شور و شوق خاصی لبریز بودند و انعکاس لکه‌های سفید گوی بلورین صورتشان را روشن کرده بود. پروفسور تریلانی پشت به آتش نشست و اطرافش نگاه کرد و گفت تصمیم گرفتم مبحث گوی‌های بلورین را زودتر شروع کنم. تقدیر میگه که امتحان ماه ژوئن شامل مبحث گوی بلورین هم میشه و من اصرار دارم که همه شما به اندازه کافی تمرین داشته باشید. هرمیون با صدایی نه چندان آهسته گفت
چه جالب، تقدیر میگه. مگه کی سوالهای امتحانو تر میکنه؟ خودش، چه پیشگویی حیرت انگیزی. از آنجا که چهره پروفسور تریلاری در تاریکی به وضوح دیده نمیشد، نمیتوانستن حدس بزنند که او حرف هرمیون را شنیده است یا خیر. پروفسور تریلاری به صحبتش ادامه داد، گویی چیزی نشنیده باشد، و گفت: مشاهده گوی بلورین یک هنر ظریفه. من انتظار ندارم که شما اولین باری که به اعماق بی انتهای گوی بلورین خیره میشین چیزی ببینین. ما کارمونو با تمرین استراحت ذهن هوشیار و چشم بیرونی شروع میکنیم. رون بی اختیار شروع کرد به خندیدن و برای آنکه صدای خندش را نشنوند محکم دهانش را گرفت. این تمرین برای تقویت و وضوح چشم درونی و فراهوشیاره. اگر بخت یارمون باشه، چه بسا بعضی از شما تا آخر همین کلاس بتونین چیزی ببینین. بدین ترتیب کلاس آغاز شد. هری احساس حماقت میکرد، زیرا در تمام مدتی که بی حرکت به گوی بلورین خیره شده بود و میکوشید هیچ فکری را به ذهنش راه ندهد، جملاتی نظیر چه کار احمقانی فکرش را رها نمیکرد. با وجود رون که هر چند وقت یک بار کرکر میخندید و هرمیون که تمام مدت اوه و پف میکرد، چطور میتوانست فکرش را متمرکز کند؟ پس از یک ربع خیره ماندن به گوی، هری از آنها پرسید: هنوز چیزی ندیدین؟ رون به نقطه اشاره کرد و گفت: چرا؟ اینجای میز سوخته و یک نفر شمش رو اینجا انداخته. هرمیون آهسته گفت: این وقت تلف کردنه. به جای این کار میتونستم یه درس مفیدتر رو تمرین کنم. میتونستم خودم رو به کلاس وردهای جادویی برسونم. از پشت سر صدای خشخشی به گوش رسید و پروفسور تریلانی که علنگوهایش جیرینگ جیرینگ صدا میداد گفت: کی میخواد در تفسیر نشانه های مبهم گوی کمکش کنم؟ رون آهسته گفت: من که احتیاجی به کمک ندارم. معنی این کاملا مشخصه، یعنی اینکه امشب هوا مهالوده. هری و هرمیون نتوانستند جلوی خندهشان را بگیرند. همه ی سرها به طرف آنها برگشت. پروتی و لاوندر اخ کردند. پروفسور تریلانی به میز آنها نزدیک شد و گفت: بس دیگه، شما دارین ارتعاش‌های غیبگویی رو مختل می‌کنین. پروفسور تریلانی خم شد و به گوی آنها نگاه کرد. قلب هری در سینه فرو ریخت. به خوبی می‌دانست که این کار به کجا خواهد کشید. پروفسور تریلانی صورتش را به گوی نزدیک کرد، چنان که دو گوی بلورین در شیشه‌های عینکش پدیدار شد. سپس با صدای آهسته و زمزمه مانندی گفت: اینجا یه چیزی میبینم، یه چیزی داره تکون میخوره، بگذاریم ببینم چیه. هری حاضر بود سر همه داراییش که شامل آذرخش نیز میشد شرط ببندد که خبر بدی برایشان داشت. حق با او بود، زیرا پروفسور تریلاری که نفسش بند آمده بود به هری نگاه کرد و گفت: عزیزم، اینجاست، از همیشه واضح تره، داره پاورچین پاورچین به تو نزدیک میشه، لحظه به لحظه واضح تر میشه. هرمیون با صدای بلند گفت: تو رو خدا بس کنید دیگه، امیدوارم دوباره اون تاله نحس مسخره نباشه. پروفسور تریلانی با چشمهای درشتش به هرمیون نگاه کرد. پروتی در گوش لاوندر چیزی گفت و آن دو نیز به هرمیون خیره شدند. پروفسور تریلانی بلند شد و با خشم وصف ناپذیری به هرمیون نگاه کرد و گفت: متاسفم که اینو بهت میگم، اما از همون اولین باری که وارد این کلاس شدی معلوم شد که در زمینه هنر اصیل پیشگویی استعدادی نداری. من شاگردهای زیادی داشتم، ولی هیچ کدومشون به اندازه تو بی استعداد نبودن. لحظه سکوت حکم فرما شد. ناگهان هرمیون از جایش برخاست، کتاب روشنبینی آینده را محکم بست و در کیفش گذاشت. چنان با خشونت بند کیفش را روی شانهش انداخت که چیزی نمونده بود رون را از روی صندلیش بیندازد. سپس گفت: باشه باشه، من میرم دیگه، سر این کلاس نمیام. در مقابل چشم‌های حیرت زده دانش آموزان، هرمیون با گام‌های بلند به سوی دریچه کلاس رفت. با خشونت آن را باز کرد، از نردبان پایین رفت و از نظرها ناپدید شد. چند دقیقه طول کشید تا کلاس به وضع عادی خود بازگشت. از قرار معلوم پروفسور تریلانی ماجرای تاله نحس را فراموش کرده بود. شالش را محکم به خود پیچید و در حالی که نفس‌های عمیقی می‌کشید از میز هری و رون دور شد. ناگهان لاوندر گفت: وای وای پروفسور تریلانی، یادم اومد شما رفتن اونو پیشگویی کرده بودین، درسته؟ درسته پروفسور؟ یادتونه گفتین هول و هوش عید پاک یه نفر از این جمع برای همیشه ترکمون میکنه؟ خیلی وقت پیش اینو پیشگویی کرده بودین. پروفسور تریلانی به اون نگاه عاقلا در صفیحی کرد و لبخند زنان گفت: بله عزیزه، من میدونستم که دوشیزه گرنجر ما رو ترک میکنه.
ولی خب همیشه آدم آرزو میکنه که نشانه ها رو اشتباه دیده باشه. روشنبینی چشم درونی گاهی اوقات مایه عذاب آدمه. لاوندر و پروتی که به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بودند خود را کنار کشیدند تا پروفسور سر میز آنها بنشیند. به هری نگاه کرد و گفت: بالاخره یه روزی هرمیون باید این درس رو بخونه، درسته؟ هری به گوی بلورین خیره شد، اما جز لکه‌های سفید و مبهم هیچ چیز دیگری در آن نمی‌دید. آیا پروفسور تریلانی بار دیگر تاله نحس را دیده بود؟ آیا هری نیز دوباره آن را می‌دید؟ با نزدیک شدن تاریخ مسابقه نهایی کویدیچ، تنها چیزی که کم داشت یک حادثه مرگبار دیگر بود. در تعطیلات عید پاک فرصتی برای استراحت نداشتم. تکالیف دانش آموزان سال سوم از همیشه بیشتر بود. نویل لانگ باتم وقت سرخاراندن نداشت و وضعیت دیگران نیز چندان بهتر از او نبود. یک روز بعد از ظهر سیموس فینینگان در سالن عمومی قرو لوند کنان گفت: به اینم میگن تعطیلات؟ تا شروع امتحانات خیلی وقت داریم. برای چی مسخره بازی در آوردین؟ در این میان تکالیف هیچ کس به اندازه تکالیف هرمیون نبود. گذشته از درس پیشگویی، تعداد درس‌های او بیشتر از سایرین بود. او اولین کسی بود که صبح زود به کتابخانه می‌رفت و آخرین کسی بود که شب‌ها سالن عمومی را ترک می‌کرد. او نیز مانند لوپین چشم‌هایش گود رفته بود و با کوچکترین ناراحتی به گریه می‌افتاد. رون مسئولیت تنظیم دادخواهی کجمنگار را به عهده گرفته بود. هرگاه از انجام تکالیفش فارغ می شد، کتاب های بزرگ و قطوری مثل روانشناسی هیپوگریف ها، پرنده یا فاجعه و بررسی خشونت در مورد هیپوگریف ها را ورق می زد. چنان شیفته این کار شده بود که حتی بدرفتاری با کچپا را از یاد برده بود. در این میان هری ناچار بود از هر فرصتی برای انجام تکالیفش استفاده کند، زیرا تمرین روزانه کویدیچ به علاوه جلسات تشریحی بیشمار وود برای بررسی تاکتیک های بازی تمام وقت او را گرفته بود. مسابقه تیم های گریفندور و اسلایترین در اولین یک شنبه بعد از تعطیلات عید پاک برگزار می شد. تیم اسلایترین با کسب 200 امتیاز در صدر جدول بود. این بدین معنا بود که تیم گریفندور برای بردن جام کویدیچ باید با امتیازی بالاتر از این امتیاز برنده مسابقه میشد و وود این مطلب را دائم به اعضای تیمش گوشزد میکرد. به عبارت دیگر بار مسئولیت این مسابقه بر دوش هری بود، زیرا گرفتن گوی زردین 150 امتیاز نصیب آنها میکرد. وود دائم به هری گوشزد میکرد: پس یادت باشه زمانی باید گوی زرین رو بگیری که امتیازمون بیشتر از 50 شده باشه. فقط زمانی که بالای 50 امتیاز باشیم، در غیر این صورت برنده مسابقه میشیم ولی جام رو از دست میدیم. فهمیدی هری؟ فقط موقعی باید گوی زرین رو بگیری که هری فریاد زد: بابا فهمیدم اولیور. در برج گریفندور همه در تب و تاب مسابقه کویدیچ بودن. تیم کویدیچ بعد از دوران طلایی چارلی ویزلی، دومین برادر بزرگ رون در مقام جستجوگر، نتونسته بود برنده جام کویدیچ بشه. اما هری اطمینان داشت هیچ یک از دانش آموزان برج گریفندور، حتی وود، به اندازه خودش مشتاق موفقیت در این مسابقه نیست. کینه و عداوت دیرینه هری و مالفوی به اوج خود رسیده بود. مالفوی هنوز ماجرای گلالود شدن در هاگزمید را از یاد نبرده بود و بیشتر خشم و ناراحتیش برای این بود که هری بدون هیچ مجازاتی از مهلکه گریخته است. هری نیز تلاش مالفوی برای اختلال در مسابقه تیم‌های گریفندور و ریونکلا را فراموش نکرده بود و تنها چیزی که او را از کتک زدن مالفوی در جمع باز می‌داشت گرفتاری کجمنگار بود. هیچ کس به یاد نداشت که یک مسابقه چنین جنجال و هیاهویی برپا کرده باشد. در پایان تعطیلات درگیری دو تیم و طرفدارانشان به اوج رسید. چندین بار در راهروها نزاع و زد و خورد در گرفت و بدتر از همه کشمکشی بود که میان یک دانش آموز سال چهارم گروه گریفندور و یک دانش آموز سال ششم گروه اسلایترین پیش آمد و در پایان هر دو در حالی که تره فرنگی از گوششان بیرون زده بود روانه درمانگاه شدند. وضعیت هری از همه بغرنجتر بود. هر بار که میخواست وارد کلاسی بشود، یکی از اسلایتری ها برایش جفت ها میگرفت و سعی میکردند که او را به زمین بیاندازند.
به هر جا می رفت کراب و گویل جلویش سبز می شدند و وقتی او را در میان گروهی از دانش آموزان می یافتند دست از پا دراستر به دنبال کار خود می رفتند. وود تأکید کرد که هری هرگز تنها نماند و هر جا می رود گروهی او را همراهی کند تا گروه اسلایترین نتواند به او صدقه بزند. همه دانش آموزان گروه گریفندور با شور و شوق خاصی برای همراهی با هری داوطلب می شدند و بدین ترتیب هری سر هیچ کلاسی به موقع نمی رسید، زیرا هر بار عده زیادی همراه او می آمدند و در طول راه او را به حرف می گرفتند. هری بیشتر نگران امنیت آزرخش بود نه سلامتی خودش. در تمام اوقاتی که سوار بر آزرخش نبود او را در چمدانش می گذاشت و در چمدان را قفل می کرد. زنگ های تفریح با عجل خود را به برج گریفندور می رساند تا مطمئن شود آزرخش صحیح و سالم است. شب قبل از مسابقه همه دانش آموزان از کارهای روزمره خود دست کشیده بودند. حتی هرمیون نیز کتابهایش را کنار گذاشته بود و با نگرانی می گفت نمی تونم درس بخونم، تمرکز ندارم. در سالن عمومی گریفندور قوقایی به پا بود. فرد و جورج ویزلی پرصداتر از همیشه به خنده و شوخی با دیگران می پرداختند تا استراب مسابقه را از یاد ببرند. اولیور وود در گوشه ی سالن خم شده بود و مدل کوچیکی از زمین کویدیش در مقابلش به چشم می خورد. با چوب دستیش بازیکنان را جلو می برد و زیر لب با خود حرف می زد. آنجلینا، آلیشیا و کتی به لطیفه های فرد و جورج می خندیدند. هری همراه با رون و هرمیون دور از هیاهو نشسته بود و سعی میکرد به مسابقه فردا نیندیشد، زیرا هر بار که به یاد مسابقه میافتاد دلش شور میزد و قلبش چنان به شدت میتپید گویی میخواست از سینهش بیرون بزنن. هرمیون که یک کم مضطرب به نظر میرسید به هری گفت از عهده‌اش برمیاید؟ رون گفت تو یه آزرخش داری؟ هری که دوباره دلش به شور افتاده بود گفت آره. هنگامی که وود به طور ناگهانی از جایش برخاست و به اعضای تیمش گفت که هر چه زودتر باید بروند و بخوابند، هری نفس راحتی کشید. آن شب هری خواب ناآرامی داشت. ابتدا خواب دید که خواب مانده و وود بر سرش فریاد میزند و میگوید کجا بودی؟ مجبور شدیم نول رو به جای تو ببریم. بعد از آن خواب دید که مالفوی و بقیه اعضای تیم اسلایترین سوار بر اژدها وارد زمین مسابقه شدند و خودش با سرعت سرسام آوری پرواز میکرد تا از شعله های آتشین اژدهای مالفوی بگریزد. در همان لحظه به یاد آورد که آزرخش را جا گذاشتش و بلافاصله سقوط کرد و با تکانی از خواب پرید. چندین لحظه طول کشید تا هری متوجه شود مسابقه هنوز برگزار نشده است. خودش صحیح و سالم در رخت خوابش است و اعضای تیم اسلایترین اجازه ندارند هنگام مسابقه سوار اژدها شود. دهانش خشک شده بود. بی سر و صدا از تخت خواب پرده دارش پایین آمد تا از پارچ نقره‌ای که در زیر پنجره بود برای خود آب بریزد. محوطه قلعه ساکت و خاموش بود. حتی نسیم ملایم نیز نمی‌وزید. برگ‌های نوک درختان در جنگل ممنوع بی حرکت بودند. بید کتکزن آرام بود و معصوم به نظر می رسید. همه شرایط برای برگزاری مسابقه کامل و بی نقص بود. هری جامش را کنار پنجره گذاشت، اما پیش از رفتن به رخت خواب چیزی توجهش را جلب کرد. حیوانی در میان چمنهای محبت پرسه می زد. هری به سرعت خود را به کنار تختش رساند. از روی پاتختی عینکش را برداشت و به چشمش زد و با عجله به سوی پنجره رفت. نکند تاله نحس آمده باشد، آن هم درست پیش از مسابقه. دوباره به دقت بیرون را نگاه کرد. بعد از یک دقیقه جستجوی دیوانه بار دوباره آن را دید که در آن لحظه به حاشیه جنگل ممنوع رسیده بود. تاله نحس نبود، یک گربه بود. هر این نفس راحتی کشید، زیرا دم پشمالوی آن را شناخته بود. کچپا بود. آیا فقط کچپا آنجا بود؟ هری چشمهایش را تنگ کرد و صورتش را به شیشه چسبان. در آن لحظه کچپا ایستاده بود. هری اطمینان داشت که چیز دیگری در سایه درختان تکان می‌خورد. ناگهان چشمش به یک سگ عظیم و پشمالوی سیاه افتاد که دزدکی از روی چمنها می‌گذشت و کچپا در کنارش یورتمه می‌رفت. هری با دقت نگاه کرد این چه معنایی داشت؟ اگر کچپا نیز می توانست تاله نحس را ببیند، امکان نداشت که آن سگ نشانه شوم مرگ هری باشد. هری آهسته گفت رون رون بیدار شو. رون گفت هان چی شده؟ یه دقیقه پاشو بیا، می خوام ببینم تو همون چیزی رو که من می بینم می بینی؟ الان که هوا تاریک، هری چی کار می خوای بکنی؟
اونجا. هری از پنجره بیرون را نگاه کرد. کچپا و سگ ناپدید شده بودند. هری از لبه پنجره بالا رفت تا پایین ساختمان قلعه را نگاه کند، ولی آنجا هم هیچ خبری نبود. کجا رفته بودند؟ صدای خورناس رون به هوا رفت و هری فهمید که او دوباره به خواب رفته است. صبح روز بعد که هری و سایر اعضای تیم گریفندور برای خوردن صبحانه به سرسرای بزرگ رفتن، با هله و تشویق بی‌نظیری روبرو شدن. هری وقتی دید گروه ریونکلا و هاپلفاف نیز برایشون دست میزنن خندید. هنگامی که از کنار میز اسلایترین میگذشتن، گروه اسلایترین ساکت بود و با هم پچپچ میکردن. چشم هری به مالفای افتاد که رنگ پریده تر از همیشه به نظر میرسید. هنگام خوردن صبحانه وود بی آن که خودش لب به چیزی بزند، اعضای تیمش را به خوردن ترغیب میکرد. بعد از صبحانه وود اعضای تیمش را زودتر از همه به زمین کویدیچ برد تا سر فرصت به بررسی شرایط بپردازد. وقتی از سرسرای بزرگ خارج می شدند، بار دیگر هلهله تشویق آمیز بچه ها بدرقه راهشان شد. چوچانگ برای هری آرزوی موفقیت کرد و هری احساس کرد گونه هایش گل انداخته است. وود و بازیکنان تیمش در زمین کویدیچ قدم می زدند و به اطرافشان نگاه می کردند. وود گفت: خب از باد که خبری نیست، ولی نور خورشید چشم آدمو میزنه. حواستون جمع باشه، زمین حسابی سفته. خوبه که اینطوری راحت از زمین بلند میشی. سرانجام در ورودی قلعه باز شد و جمعیت تماشاچیان از دور به سوی زمین کویدیچ سرازیر شدند. وود گفت: بریم به رختکن. هنگامی که رداهای سرخشان را به تن میکردند، هیچ کس حرفی نزد. هری نمیدانست بقیه نیز حال او را دارند یا خیر. دلش مثل سیر و سرکه می جوشید. زمان مثل برق گذشت و وود گفت: خب دیگه وقت رفتنه، بیاید بریم. بازیکنان تیم گریفندور وارد زمین شدند. صدای هلهله تماشاچیان همچون موجی خروشان تمام ورزشگاه را پر کرده بود. سه چهارم تماشاچیان لباسهای سرخ رنگ به تن داشتند و پرچمهای قرمز رنگی را که شیردال تیم گریفندور روی آن نقش بسته بود در هوا تکان می دادند. گروهی دیگر نیز پارچه‌های عظیمی را به اهتزاز در می‌آوردند که رویشان شعارهایی از قبیل گریفندور تیم پیروز یا شیرهای پیروز جام کویدیچ نوشته شده بود. پشت دروازه‌های تیم اسلایترین 200 نفر از تماشاچیان لباس‌های سبز رنگ به تن داشتند و روی پرچم‌هایشان مار نقره‌ای رنگ گروه اسلایترین به چشم می‌خورد. پروفسور اسنیپ در اولین ردیف تماشاچیان نشسته بود. او نیز مانند دیگران لباس‌های سبزی پوشیده بود و لبخند شومی بر لب داشت. لی جردن که مثل همیشه گزارشگر مسابقه بود فریاد می‌زد: اینم بازیکنان تیم گریفندور، پاتر، بل، جانسون، اسپنیت، ویزلی، وود، یکی از بهترین تیم‌های هاگوارتس در چند سال اخیر. صدای جردن در صدای شیشکی جانانه‌ای که از سوی طرفداران تیم اسلایترین برخاست گم شد. جردن ادامه داد: بازیکنان تیم اسلایترین هم از راه رسیدن. فلینت، کاپیتان تیم اسلایترین که از همه جلوتره. او بعضی از بازیکنان وودو تغییر داده. ظاهراً اون به تنومندی بازیکنان اهمیت میده، نه مهارتشون. بار دیگر صدای شیشکی از جناح اسلایترین بلند شد. هری به خوبی میدانست که جردن با این تفسیرها هدف خاصی رو دنبال میکنه. مالفوی ریز نقش ترین بازیکن تیم اسلایترین بود و بقیه بازیکنان بدون استثنا درشت هیکل بودند. خانم هوچ گفت: کاپیتان های دو تیم با هم دست بدن. وود و فلینت به هم نزدیک شدند و دست یکدیگر را محکم فشردند، گویی هر یک از آن دو میخواست دست دیگری را خرد کنه. خانم هوچ گفت: سوار شید. 1، 2، 3. صدای سوت خانم هوچ در غریو شادی تماشاگران گم شد و 14 بازیکن سوار بر جارو به هوا پرواز کردند. موهای هری از پیشانیش عقب رفته بود و در هوا تکان می‌خورد. هیجان پرواز دلشوره‌هایش را از میان برده بود. هری به اطرافش نگاهی انداخت و مالفوی را دید که سایه به سایه‌اش پرواز می‌کرد. هری به سرعتش افزود و به جستجوی گوی زرین شتافت. تیم گریفندور بازی را در دست دارد. آلیشیا اسنیپ از تیم گریفندور یک راست به سمت دروازه اسلایترین میره. خیلی خوبه، آفرین آلیشیا. نه، ویلینگتون سرخون رو گرفت. ویلینگتون بازیکن تیم اسلایترین به سرعت بر فراز زمین پرواز میکنه.
آخ، جورج ویزلی به زیبایی توپ بازدارنده رو به طرف اون پرتاب کرد. وینگتون سرخون رو انداخت و حالا این جانسونه که صاحب سرخون میشه. دوباره بازی در دست تیم گریفندوره. آفرین آنجلینا. آنجلینا ماهرانه مونتاگ رو دور میزنه. سر تو بدوز آنجلینا. یه توپ بازدارنده به طرف آنجلینا میره و گل گل. امتیاز تیمها 10-0 به نفع تیم گریفندوره. آنجلینا در انتهای زمین چرخی زد و مشتش را پیروزمندانه در هوا تکان داد. تماشاچیان همچون دریای خروشانی موج می زدند و فریاد شادی آنها فضا را پر کرده بود. آخ، مارکوس فلینت به شدت به آنجلینا برخورد کرد. چیزی نمانده بود آنجلینا از روی جارویش سقوط کند. جمعیت سرخپوش فلینت را هو کردند. فلینت گفت ببخشید ببخشید، ندیدمش. لحظه بعد فرد ویزلی با چماقش محکم به سر فلینت ضربه زد. سر فلینت به دسته جارویش خورد و از بینیش خون سرازیر شد. خانم هوچ پرواز کنان به میان آن دو رفت و گفت پنالتی به نفع گریفندور به علت حمله بیدلیل به بازیکن مهاجم گریفندور. پنالتی به نفع تیم اسلایترین به علت آسیب رساندن عمدی به بازیکن مهاجم اسلایترین. فرد فریاد زد نه خانم، ولی خانم هوچ بلا فاصله در سوتش دمید و آلیشیا جلو رفت تا ضربه پنالتی را بزند. جمعیت ساکت شده بود. صدای لی سکوت ورزشکار را شکست و گفت آفرین آلیشیا. بله آلیشیا توپ رو به داخل دروازه میفرسته. امتیاز تیم‌ها 20-0 به نفع گریفندوره. هری به تندی آذرخش را برگرداند که فلینت را تماشا کند. هنوز از بینیش خون می‌آمد. با این حال به جلو پرواز کرد تا ضربه پنالتی را بزند. وود جلوی دروازه گریفندور بی حرکت مانده بود و دندان‌هایش را روی هم می‌فشرد. فلینت منتظر شنیدن سوت خانم هوچ بود. لی گفت بی تردید وود دروازه‌بان فوق‌العاده‌ایه. فوق‌العاده. گل زدن به وود کار سختیه. واقعا سخته. بله باورم نمیشه توپ رو گرفت. هری که خیالش راحت شده بود دوباره به جستجوی گوی زرین پرداخت و در همان حال با دقت گزارش لی را هم گوش میکرد. تا زمانی که امتیاز گریفندور بیش از 50 امتیاز شود، هری موظف بود مالفوی را از گوی زرین دور کند. بازی در دست گریفندوره. نه، در دست اسلایترینه. نه، گریفندور دوباره بازی رو در دست میگیره. کتیبل بازیکن گریفندور سرخون رو درست در دست داره. با سرعتی برق‌آسا بالا میره. خطای عمدی. مونتاگ بازیکن مهاجم تیم اسلایترین جلوی کتی پیچید و به جای گرفتن سرخون به سر کتی چنگ زد. کتی در هوا چرخی زد اما خودش رو روی جارو نگه داشت. فقط سرخون از دستش افتاد. خانم هوچ دوباره سوت زد و به سوی مونتاگ پرواز کرد و سرش فریاد کشید. یک دقیقه بعد کتی ضربه پنالتی رو زد و بار دیگه سرخون رو از پشت دروازه‌بان وارد دروازه اسلایترین کرد. جردن فریاد زد 30-0. بگیر که اومد متقلب بدزاد. جردن اگه نمیتونی موقع گزارش دادن بیطرف باشی؟ دارم واقعیت رو میگم پروفسور. قلب هری در سینه فرو ریخت. گوی زرین را دیده بود. پایین یکی از تیرهای دروازه گریفندور پروبال میزد. ولی هنوز وقت گرفتن آن فرا نرسیده بود. اما اگر مالفویان را میدید؟ هری ناگهان به نقطه خیره شد و وانمود کرد گوی زرین را دیده است. آذرخش را برگردان و با سرعت به سوی دروازه اسلایترین پرید. حقدهش گرفت. مالفوی که گمان میکرد هری گوی زرین را دیده است با سرعت هری را تعقیب کرد. فیش! یکی از توپهای بازدارنده از کنار گوش راست هری رد شد. دریک بازیکن مدافع اسلایتری آن را به سویش پرتاب کرده بود. لحظه بعد فیش! دوباره باول بازیکن مدافع دیگر اسلایترین توپ بازدارنده دیگری را به سوی هری پرتاب کرده بود که از کنار آرنج هری گذشت. هری به سرعت به اطرافش نگاه کرد و چشمش به باول و دریک افتاد که چماغهایشان را بالا گرفته بودند و به سوی او می آمدند. در آخرین لحظه هری آذرخش را به سمت بالا هدایت کرد. باول و دریک با سرعت به هم برخورد کردند. هنگامی که دو مدافع تیم اسلایترین از هم جدا شدند و سرشان را با دست گرفتند، لی جردن فریاد زد ها 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 خیلی بد شد بچه ها. اگه میخواین آذرخش رو بزنین باید پیشتر از اینا تمرین کنین. و حالا دوباره بازی در دست گریفندوره. سرخگون در دست جانسون و فلینت شانه به شانش پرواز میکنه.
آنجلینا با آرنجت بزن به چشمش. شوخی کردم پروفسور، شوخی کردم. وای نه، سرخون توی دست فلینته و به سمت دروازه گریفندور پرواز میکنه. زود باش وود، بگیرش. ولی گل فلینت به ثمر رسیده بود. فریاد شادی طرفداران تیم اسلایترین فضا رو پر کرد. لی فحش رکیکی به زبان آورد و پروفسور مک‌گونگال سعی کرد میکروفون سحرآمیز رو از دست او بگیرد. ببخشید پروفسور، ببخشید، دیگه تکرار نمیشه. خب گریفندور هنوز جلوتر، 30-10 به نفع گریفندور. گریفندور بازی رو در دست میگیره. بازی کم کم داشت وحشیانه میشد. پیش از آن هری در مسابقه با این خشونت آمیزی بازی نکرده بود. بازیکنان اسلایتری از اینکه تیم گریفندور به این زودی از آنها جلو افتاده بود خشمگین بودند و برای به دست آوردن سرخگون از هیچ کاری روگردان نبودند. باول با چماق به آلیشیا ضربه زد و وانمود کرد که سر او را با توپ بازدارنده اشتباه گرفته است. جوز ویزلی به تلافی برخاست و با آرنج به صورت باول ضربه زد. خانم هوچ به نفع هر دو تیم اعلام ضربه پنالتی کرد و وود با یک حرکت نمایشی سرخگون را گرفت و جمع امتیازات را به 40-10 به نفع تیم گریفندور رساند. گوی زرین دوباره ناپدید شده بود. مالفوی همچنان در کنار هری پرواز میکرد و در هر سو به دنبال گوی زرین میگشت. زیرا اگر امتیاز تیم گریفندور از 50 امتیاز بیشتر میشد، کتی گل زد. 50-10 فرد و جورج چماغهایشان را بالا گرفته بودند و در دو طرف کتی پرواز میکردند. مبادا بازیکنان تیم اسلایترین اقدام به تلافی جویی کنند. باول و دریک از غیبت فرد و جورج سوء استفاده کردند و هر دو توپ بازدارنده را به سوی وود پرتاب کردند. توپهای بازدارنده یکی پس از دیگری به شکم وود خورد و او در حالی که محکم به جارویش چسبیده بود در هوا معلق زد. از درد نفسش بند آمده بود. خانم هوچ از کوره در رفت و فریاد زنان به باول و دریک گفت: شما حق ندارید به دروازه‌بان حمله کنید مگر اینکه سرخگون در منطقه گل زدن باشه. پنالتی به نفع گریفندور. آنجلینا ضربه پنالتی را زد. سرخگون را وارد دروازه اسلایترین کرد. جمع امتیازات به 60-10 رسید. چند لحظه بعد فرد ویزلی ویلینگتون را نشانه گرفت و سرخگون از دست او افتاد. آلیشیا آن را گرفت و یک راست وارد دروازه اسلایترین کرد. جمع امتیازات به 70-10 رسید. طرفداران گریفندور آن پایین با صدای دورگه فریاد می زدند. در آن لحظه گریفندور 60 امتیاز جلوتر بود. جام کویدیچ از آن تیم گریفندور بود. هری احساس می کرد صدها جفت چشم به او خیره شدند. هری بالای سر بقیه بازیکنان پرواز می کرد و مالفوی با سرعت از پشت سر به دنبالش می آمد. سرانجام آن را دید. در فاصله 6 متری بالای سرش میچرخید. هری با سرعتی سرسام‌آور پرواز میکرد. باد در گوشش زوزه میکشید. دستش را جلو برد اما ناگهان سرعت حرکت آذرخش کم شد. هری وحشت زده به اطرافش نگاه کرد و چشمش به مالفوی افتاد که دم آذرخش را گرفته بود و آن را به عقب میکشید. تویی؟ هری چنان خشمگین بود که اگر دستش به مالفوی میرسید کتک جانانهی به او میزد. مالفوی در اثر تلاشش برای عقب کشیدن آذرخش به نفس نفس افتاده بود و برقی شیطانی در چشمهایش میدرخشید. به هدفش رسیده بود. گوی زرین بار دیگر ناپدید شده بود. مالفوی روی دسته جارویش میسوری تا دوباره بر نیمبوس 2001ش مسلط شود و در همین لحظه خانم هوچ سوت زنان به سوی مالفوی آمد و با داد و فریاد گفت: پنالتی، پنالتی به نفع تیم گریفندور. من در تمام عمرم چنین روشهایی ندیده بودم. لی جردن در میکروفون سحرآمیز خود فریاد میزد: ای متقلب نخاله، ای متقلب کثیف. جردن از جایش برخاسته بود و با حرکات متنوع سعی میکرد میکروفون سحرآمیز را از دسترس پروفسور مک‌گونگال دور نگه دارد. ولی پروفسور مک‌گونگال حتی به او تذکر هم نداد. او نیز برای مالفوی مشتش را در هوا تکان میداد. کلاهش از سرش افتاده بود و با عصبانیت به مالفوی اعتراض میکرد. آلیشیا ضربه پنالتی گریفندور را زد ولی چنان خشمگین بود که سرخون با اختلاف چندین سانتیمتر از کنار دروازه عبور کرد. بازیکنان تیم گریفندور تمرکز خود را از دست داده بودند در حالی که بازیکنان تیم اسلایترین از خطای مالفوی روی هری خوشنود بودند و از خوشحالی در پوست خود نمی گنجیدند. اسلایترین بازی را در دست گرفته بود و می رفت که گل بزند. مونتاک گل زد. 70-20 به نفع گریفندور.
هری همه جا به دنبال مالفوی میرفت و چنان به او نزدیک بود که زانوهایشان مجاور هم قرار داشت. هری به هیچ وجه اجازه نمیداد مالفوی به گوی زرین نزدیک شود. مالفوی میخواست تغییر مسیر بدهد، اما هری راهش را سد کرده بود. مالفوی با عصبانیت گفت: پاتر برو کنار. آنجلینا جانسون سرخون رو میگیره: آفرین آنجلینا، آفرین. هری به اطرافش نگاه کرد. همه بازیکنان تیم اسلایترین جز مالفوی اوج میگرفتند که مانع پیشروی آنجلینا شوند. حتی دروازه‌بان ها نیز به سوی آنجلینا در حرکت بودند. هری چرخید و به سمت آنها رفت. طوری روی آذرخش خم شده بود که بدنش با دسته آذرخش تماس داشت و با سرعت پرواز میکرد. مثل یک گلوله فشنگ بازیکنان اسلایترین را هدف گرفته بود. آهای! آنها با مشاهده هری که به سرعت به سویشان پرواز میکرد پراکنده شدند و راه آنجلینا را باز کردند. گل! گل! تیم گریفندور با 80 امتیاز در مقابل 20 امتیاز جلوتره. هری که با سر به سوی جایگاه تماشاچیان در حرکت بود آذرخش را متوقف کرد. دور زد و به سوی وسط زمین کویدیچ پرواز کرد. در آن لحظه چشمش به مالفوی افتاد و نفسش در سینه حبس ماند. مالفوی با شور و هیجان وسم ناپذیری فرود می آمد. گوی زرین در فاصله کمی از زمین چمن می درخشید. هری آذرخش را به سمت پایین هدایت کرد، اما مالفوی از او جلوتر بود. هری به آذرخش می گفت: برو دیگه، زودتر باش، تندتر. چیزی نمانده بود به مالفوی برسد. باول توپ بازدارنده ای را به سوی او پرتاب کرد و او خم شد. در این لحظه شانه به شانه مالفوی پرواز میکرد. هری دسته جارو را رها کرد و خود را جلو کشید. دست مالفوی را کنار زد و بله، هری دوباره اوج گرفت. دستش را بالا گرفت و هلهله تماشاچیان در فضای ورزشگاه پیچید. هری بالای سر تماشاچیان پرواز میکرد و صدای عجیبی در گوشش تنین میافکند. توپ طلایی کوچک با ناامیدی در میان انگشت‌های هری پروبال می‌زد. وود با چشم‌های پر اشک با سرعت به سویش آمد. هری را در آغوش گرفت و هق هق گریه را سر داد. بعد از وود، جورج و فرد ویزلی از راه رسیدند و او را در آغوش گرفتند. آنگاه صدای آنجلینا، آلیشیا و کتی به گوش رسید که می‌گفتند: موفق شدیم، جام را بردیم. بازیکنان تیم گریفندور در حالی که از خوشحالی یکدیگر را بغل کرده و فریاد شادی سر داده بودند به زمین فرود آمدند. طرفداران سرخپوش تیم گریفندور همچون سیل خروشانی از میله‌ها عبور می‌کردند و وارد زمین می‌شدند. همه با شادمانی دستشان را به سوی آنها دراز می‌کردند. هری در میان آن هیاهو گیج شده بود. جمعیت همه بازیکنان تیم گریفندور را روی دست بلند کردند. چشم هری به هاگرید افتاد که لباس سرخی به تن کرده بود و می گفت: آفرین هری، آفرین، خوب شکستشون دادی، باید به کجمنگار بگم که تو بردی. پرسی غرور و متانتش را از یاد برده بود و دیوانه وار بالا و پایین می پرید. پروفسور مک‌گونگال از خوشحالی شدیدتر از وود گریه می کرد و اشکایش را با گوشه پرچم گریفندور پاک می کرد. و بالاخره رون و هرمیون به زحمت از میان جمعیت می‌گذشتند تا خود را به هری برسانند. از خوشحالی نمی‌دانستند چه بگویند و فقط لبخند می‌زدند. جمعیت هری را به سوی جایگاه تماشاچیان بردند. دامبلدور جام کویدیچ را در دست داشت و منتظر آنها بود. در آن لحظه که وود هق هق کنان جام بزرگ را به دست هری داد. اگر در همان لحظه یک دیوانه ساز از راه می‌رسید، هری می توانست بهترین سپر مدافع دنیا را برایش درست کند. فصل 16، پیشگویی پروفسور تریلانی. سرانجام پس از سالها تیم گریفندور برنده جایزه کویدیچ شد. وجد و شادمانی هری از این پیروزی بزرگ یک هفته ادامه داشت. به نظر می رسید که طبیعت نیز از این پیروزی خوشحال است و آن را جشن گرفته است. چیزی به ماه ژوئن باقی نمانده بود. آسمان صاف و هوا گرم و آفتابی بود. در آن هوای عالی هر کسی میل داشت در هوای آزاد قدم بزند. با چندین بستنی یخی میوه‌ای روی چمنها بنشیند و با دوستانش یک دست تیله سنگی بازی کند. یا به تماشای ماهی‌های مرکب غول‌آسایی بپردازد که در سطح دریاچه با تنبلی خود را به این سو آن سو می‌کشیدند. اما هیچ کس نمی‌توانست این کارها را بکند. تا
تاریخ شروع امتحانات نزدیک شده بود و دانش آموزان به جای پرسه زدن در حیات ناچار بودند در قلعه بمانند و با وجود نسیم فریبنده بهاری که از پنجره ها به داخل قلعه میوزید باید هر طور که شده فکرشان را متمرکز میکردند. حتی فرد و جورج ویزلی نیز سرگرم درس خواندن بودند. آن دو باید در امتحان پایان دوره عادی جادوگری شرکت میکردند. پرسی خود را برای شرکت در آزمون دشوار و طاقت فرزای جادوگری آماده می کرد که عالی ترین سطح آموزشی هاگوارتس به شمار می رفت. از آنجا که پرسی مایل بود جذب وزارت سحر و جادو شود، باید نمرات عالی می گرفت. او روز به روز عصبی تر می شد و اگر شبها کسی در سالن عمومی برج آرامش او را به هم می زد، پرسی به شدت او را تنبیه می کرد. در واقع تنها کسی که نگران تر از پرسی به نظر می رسید هرمیون بود. هری و رون دیگر خسته شده بودند و از او نمی پرسیدند که چطور در یک ساعت در چند کلاس حاضر می شود. اما هنگامی که چشمانشان به برنامه امتحانی هرمیون افتاد، نتوانستند از پرسیدن خودداری کنند. در اولین ردیف برنامه هرمیون نوشته بود: دوشنبه ساعت 9 ریاضیات جادویی، ساعت 9 تغییر شکل نهار، ساعت 1 وردهای جادویی، ساعت 1 بررسی طلسم‌های باستانی. رون که می‌دانست این روزها هرمیون با کوچکترین چیزی از کوره در می‌رود، با احتیاط گفت: هرمیون، مطمئنی که این ساعت‌ها رو درست یادداشت کردی؟ هرمیون برنامه رو از دست او گرفت و با بدخلقی گفت: چی؟ بگذار ببینم. بله بله، درست نوشتم. میشه ازت بپرسم چطور می‌خوای در آن واحد دو تا درس رو امتحان بدی؟ هرمیون بیرو در بایستی گفت: نه بچه ها، شما کتاب شناخت حروف و دستور زبان من رو ندیدین. رون به آرامی گفت: چرا، وقتی اونو قرض گرفته بودم که قبل از خواب بخونم دیدمش. هرمیون دسته های کاغذ را روی میز زیر رو کرد و به دنبال کتابش میگشت. در این لحظه صدایی از طرف پنجره به گوش رسید و هدویگ که پاکت نامه‌ای به منقارش داشت از پنجره وارد شد. هری نامه را باز کرد و گفت: نامه هاگریده، جلسه فرجامخواهی کجمنقار در روز ششم برگزار میشه. هرمیون که حالا دنبال کتاب ریاضیات جادوییش میگشت گفت: همون روزی که امتحاناتمون تموم میشه. هری همونطور که نامه را میخوان گفت: برای تشکیل جلسه فرجامخواهی میان اینجا، هم نماینده وزارت سحر و جادو میاد، هم یه مأمور اعدام. هرمیون که حاج و باج مانده بود به هری نگاه کرد و گفت: میخوان مأمور اعدام رو به جلسه فرجامخواهی بیارن؟ مثل این که از حالا حکمشون رو صادر کردن. هری آهسته گفت: آره، حق با توست. رون فریاد زد: یعنی چی؟ حق ندارن چنین کاری بکنن. کلی وقت صرف کردم تا اون مطالب رو پیدا کردم. حق ندارن اونا رو نادیده بگیرن. اما هری احتمال میداد که کمیته انهدام موجودات خطرناک تحت تأثیر مالفوی تصمیم گرفته باشند هر طور که شده کجمنقار را اعدام کنن. دراکو که بعد از پیروزی جنجالی تیم گریفندور آرام و سربراه شده بود، در طول چند روز دوباره مثل پیش از مسابقه تکبر و فخر فروشی را از سر گرفت. از صحبت‌های ریشخند آمیز مالفوی که به گوش هری می‌رسید، کاملاً آشکار بود که مالفوی اطمینان دارد کجمنقار کشته می‌شود و به نظر می‌رسید از اینکه خودش باعث و بانی این ماجرا بوده خوشنود است. تنها کاری که از دست هری برمی آمد این بود که جلوی خود را بگیرد تا مانند هرمیون سیلی به صورت او نزند. از همه بدتر این بود که آنها به هیچ وجه نمی توانستند به دیدن هاگرید بروند، زیرا اقدامات شدید امنیتی همچنان برقرار بود. از سوی دیگر جرأت نداشت به تونل مخفی برود و شنل نامرئی را بیاورد. با آغاز هفته امتحانات سکوت نامأنوسی بر فضای قلعه حاکم شد. ظهر روز یک شنبه دانش آموزان سال سوم از جلسه امتحان درس تغییر شکل بیرون آمدند و با چهره‌های خسته و رنگ پریده به مقایسه نتایج امتحان پرداختند. دشواری مطالب امتحان که شامل تبدیل یک قوری به سنگ پشت نیز می‌شد، قیافه آنها را مثل ماتم زده‌ها کرده بود. هرمیون با قر و لندهایش باعث رنجش دیگران می‌شد. ناراحتیش از این بود که سنگ پشتش بیشتر شبیه لاک پشت شده بود، در حالی که این موضوع در مقابل مسائل دیگران هیچ بود. هرمیون گفت: سنگ پشت من به جای دم یه لوله قوری داشت. وای چه بد. سنگ پشت همون لاک پشت بود. ببینم، قرار بود سنگ پشت از دهنشون بخار بیاد بیرون. لوی لاک سنگ پشت من نقش و نگار قوریه مونده بود. به نظر شما از نمرم کم میشه؟
هنگام صرف نهار دانش آموزان خورده و نخورده از جایشان برخاستند و برای شرکت در امتحان درس وردهای جادویی به طبقه بالا رفتند. حق با هرمیون بود. وردهای شادی بخش یکی از سوالات امتحانی پروفسور فلیتویک بود. استراب هری باعث شد کمی زیاده روی کند و رون که هم گروه هری بود به خنده های شدید و عصبی افتاد، چنان که مجبور شدند او را از کلاس بیرون ببرند تا ساعتی را در یک اتاق ساکت و آرام بگذراند و خودش نیز بتواند با استفاده از وردهای جادویی افسون شادی بخش را اجرا کند. بعد از صرف شام دانش آموزان با عجله به سالن عمومی خود برگشتند. البته فرصتی برای استراحت نداشتند و ناچار بودند درس‌های مراقبت از موجودات جادویی، معجون‌ها و نجوم را مرور کنند. هاگرید در جلسه امتحان مراقبت از موجودات جادویی که صبح بعد برگزار شد بسیار آشفته و نگران بود. قیافش بی‌حوصله به نظر می‌رسید. یک لگن پر از کرم‌های فلوبر به کلاس آورد و به دانش آموزان گفت هر کسی که کرم‌هایش بعد از یک ساعت زنده بمانند نمره کامل را می‌گیرد. از آنجا که بهترین روش در تربیت کرم‌های فلوبر این بود که آنها را به حال خود بگذارند، این امتحان آسان‌ترین امتحانشان به شمار می‌آمد. از سوی دیگر هری، رون و هرمیون فرصت خوبی برای گفتگو با هاگرید داشتند. هاگرید خم شد و وانمود کرد می‌خواهد ببیند کرم‌های فلوبر هری زنده‌اند یا خیر و آهسته گفت: کج منقار داره افسرده میشه. خیلی وقت توی قفسه. ولی خب پس فردا تکلیفمون یکسره میشه. مرگ یه بار، شیور هم یه بار. آن روز بعد از ظهر امتحان معجون‌ها که یک فاجعه تمام عیار بود برگزار شد. هری هر چه سعی کرد نتوانست معجون گیج کنندش را غلیظ کند. اسنیپ که بالای سرش ایستاده بود و با حالتی انتقام جویانه به او لبخند میزد، پیش از رفتن به سراغ نفر بعدی در دفترش چیزی نوشت که به نظر می‌رسید عدد 0 باشد. امتحان درس نجوم در نیمه شب بر فراز مرتفع‌ترین برج قلعه برگزار شد. صبح روز چهارشنبه امتحان درس تاریخ جادوگری برگزار شد و هری تمام مطالبی را که فلورین فورتسیکو درباره تعقیب و گریز جادوگرها گفته بود در برگه امتحانش نوشت و به یاد بستنی‌های شکلاتی نارگیلی فورتسیکو افتاد. ای کاش می‌توانست در آن فضای دم کرده نیز یکی از آن بستنی‌ها بخورد. بعد از ظهر روز چهارشنبه برای شرکت در امتحان گیاهشناسی به گلخانه رفتند و در زیر آفتاب سوزان امتحان دادند. وقتی دوباره به سالن عمومی برج برگشتند، پشت گردنشان آفتاب سوخته شده بود. دانش آموزان با شور و شوق به فردای آن روز در همان ساعت می‌اندیشیدند که امتحانشان به پایان رسیده بود. دومین امتحان صبح روز پنجشنبه دفاع در برابر جادوی سیاه بود. پروفسور لوپین مراحل غیرعادی و عجیبی را طی کرده بود که برای همه تازگی داشت. امتحان در فضای باز بزرگی برگزار می شد و به مسابقات ورزشی چند مرحله‌ای شباهت داشت. ابتدا باید با یک قایق پارویی از استخر عمیقی که یک زردنبو در آن بود می گذشتند. سپس باید از کنار چاله های کلاه قرمزی ها عبور می کردن. بعد از آن باید از زمینی رد می شدن که بعضی قسمت های آن باطلاقی بود و قازقلنگ ها می کوشیدن آنها را از راه اصلی منحرف کنند. در آخرین مرحله باید وارد یک صندوق کهنه می شدن و با یک لولو خورخوره جدید مبارزه می کردن. هنگامی که هری با چهره خندان از درون صندوق بیرون پرید، لوپین گفت: آفرین هری، نمره کامل رو گرفتی. هری با چهره گل انداخته همونجا ایستاد تا شاهد تلاش رون و هرمیون باشد. رون مرحله اول و دوم را با موفقیت پشت سر گذاشت، اما وقتی به زمین باطلاقی رسید، قازقلنگ به آسانی او را فریب داد و رون به داخل باطلاقی که عمق آن تا کمرش می رسید افتاد. هرمیون نیز تمام مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشت تا به صندوق لولو خورخوره رسید. پس از یک دقیقه جیغ کشید و از صندوق بیرون آمد. پروفسور لوپین با قیافه‌ای حیرت زده گفت: چی شده هرمیون؟ هرمیون که نفسش بند آمده بود به صندوق اشاره کرد و گفت: پروفسور مکگونگال بود. اون گفت که توی هیچ کدوم از امتحانات نمره قبولی نیاوردم. آرام کردن هرمیون مدتی طول کشید. وقتی سرانجام آرامش خود را به دست آورد، به همراه هری و رون به سوی قلعه حرکت کردند. رون از لولو خورخوره هرمیون به خنده می افتاد و می خواست دوباره بخندد، اما مواجهه با شخصی در بالای پله های سنگی قلعه مانع شد.
کورنلیوس فاج با همان شنل راه را ایستاده بود و به محوطه قلعه نگاه میکرد. قطره های عرق بر چهرهش نمایان بود. همین که چشمش به هری افتاد جلو آمد و گفت: سلام هری، چطوری؟ حتما از جلسه امتحان میای. دیگه تموم شده نه؟ هری گفت: بله. رون و هرمیون که مخاطب وزیر سحر و جادو نبودند، پشت سر آنها میپلکیدند. فاج به دریاچه نگاه کرد و گفت: چه روز دلپذیری، حیف حیف. سپس آه عمیقی کشید و به هری نگاه کرد و گفت: برای مأموریت ناخوشایندی به اینجا اومدم. کمیته انهدام موجودات جادویی خطرناک درخواست کرده که هنگام اعدام یه هیپوگریف وحشی یه مأمور ناظر باشه، چون قرار بود من برای بررسی وضعیت بلک به هاگوارتس بیام، که از من خواستن که در مراسم اعدام هم شرکت کنم. رون جلو آمد و گفت: منظورتون اینه که جلسه دادرسی فرجامی تشکیل نشده؟ فاش کنجکاوانه به رون نگاه کرد و گفت: نه نه، قرار امروز عصر تشکیل بشه. رون با اطمینان خاصی گفت: پس گمان نمی کنم لازم بشه شما برای اعدام نظارت کنید، چون ممکنه هیپوگریف تبرئه بشه. پیش از آن که فاج چیزی بگوید، دو جادوگر از در ورودی قلعه بیرون آمدند. یکی از آنان چنان پیر و فرتوت بود که به نظر می رسید هر لحظه ممکن است از پا درآید. جادوگر دیگر قد بلند بود و سیبیل باریک مشکی داشت. هری حدس می زد که آن دو نمایندگان کمیته انهدام موجودات جادویی خطرناک باشند، زیرا جادوگر پیر چشمهایش را تنگ کرد و به کلبه هاگرید نگاهی انداخت و با صدای لرزانش گفت: عزیزم، من دیگه برای این کارها پیر شدم. قرارمون ساعت 2 بود، درست فاج؟ جادوگر سیبیلو انگشتش را به چیزی کشید که از کمرش آویخته بود. هری چشمش به تبری افتاد که جادوگر شستش را به تیغه تیز و براق آن می‌کشید. رون دهانش را باز کرد که چیزی بگوید، اما هرمیون با آرنجش به او سقلمه‌ای زد و با سرش به سرسرای ورودی اشاره کرد. وقتی برای صرف ناهار وارد سرسرای بزرگ شدند، رون با عصبانیت گفت: چرا نذاشتی حرفم رو بزنن؟ اونا رو دیدی؟ حتی تبرشون هم تیز کرده بودن. این که عدالت نیست. هرمیون که خود نیز ناراحت و متأثر بود به رون گفت: رون، پدر تو در وزارت سحر و جادو کار میکنه، نباید با رئیسش اونطوری حرف بزنی. اگه هاگرید بتونه بر خودش مسلط باشه و درست حسابی دفاع کنه، نمیتونن کجمنگار رو اعدام کنن. ولی هری میدونست هرمیون نیز حرف خود را باور ندارد. در اطرافشان همه سرگرم خوردن نهار بودند و با شور و شوق با یکدیگر گفتگو میکردند. آن روز بعد از ظهر آخرین امتحان برگزار شد و شور و شوق آن پیشاپیش فضای سرسرا را پر کرده بود. اما هری، رون و هرمیون که نگران کجمنقار بودند، در شادی آنها سهیم نشدند. آخرین امتحان هری و رون پیشگویی بود و آخرین امتحان هرمیون علوم مشنگ‌ها. همه با هم از پلکان مرمری بالا رفتند. هرمیون در طبقه اول از آنها جدا شد و هری و رون به راهشان ادامه دادند تا به طبقه هفتم رسیدند. بسیاری از همکلاسی‌هایشان روی پله‌های مارپیچی کلاس پروفسور تریلانی نشسته بودند و سعی می‌کردند در آخرین لحظات درس‌ها را مرور کنند. وقتی هری و رون کنار نویل نشستند، نویل به آنها گفت: یه نفر یه نفر می‌ریم توی کلاس. نویل کتاب روش پیشبینی آیندهش را روی پایش گذاشته بود و بخش مربوط به گوی بلورین را می‌خواند. با ناراحتی از آنها پرسید: شما دوتا تا حالا چیزی توی گوی بلورین دیدین؟ رون بلافاصله گفت: نوچ. رون دائم به ساعتش نگاه می‌کرد. هری می‌دانست که برای جلسه دادرسی کجمنقار لحظه شماری می‌کند. صف دانش آموزان آهسته جلو می رفت. هر بار که یکی از دانش آموزان از پلکان نقره‌ای پایین می آمد، بقیه کلاس آهسته از او می پرسیدن: ازت چی پرسید؟ آسون بود؟ اما هیچ کس به این سوال ها پاسخی نمی داد. وقتی نویل از پلکان نقره‌ای پایین آمد، به هری و رون که نوبتشان فرا رسیده بود گفت: گوی بلورین به اون خبر داده که اگه من سوال ها رو بهتون بگم اتفاق بدی برام پیش میاد. رون با بدخلقی گفت: باید همینو بگه، من که کم کم دارم به این نتیجه میرسم که حق با هرمیونه. سپس با دست به دریچه بالای سرشان اشاره کرد و گفت: اون یک کلاهبردار متقلبه. هری حرف او را تایید کرد. سپس به ساعتش نگاهی انداخت. ساعت 2 بود. هری گفت: خدا کنه زودتر صدامون کنه. پروتی از نردبان نقره‌ای پایین آمد و با غرور خاصی به هری و رون گفت: اون به من گفت که تو تمام خصوصیات یک پیشگوی واقعی رو داری. نمیدونین چه چیزایی دیدم. موفق باشین.
پروتی با عجله از پله‌های مارپیچی پایین رفت و به لاوندر ملحق شد. صدای پر رمز و راز آشنایی از بالای سرشان گفت: رونالد ویزلی. رون قیافش را در هم کشید و از پله‌های نقره‌ای بالا رفت. هری تنها کسی بود که هنوز امتحان نداده بود. هری به دیوار تکیه داد و با صدای وزوز مگسی در آن سوی پنجره گوش سپرد. خورشید در آسمان می درخشید. هری از پنجره بیرون را نگاه می کرد و در فکر هاگرید بود. 20 دقیقه بعد پاهای بزرگ رون روی پله‌های نردبان نقره‌ای پدیدار شد. هری جلو رفت و پرسید: چطور بود؟ مزخرف بود بابا، هیچی ندیدیم، برای همینم یه چیزایی سرهم کردم و گفتم، البته فکر نمی کنم قبول کرده باشه. وقتی پروفسور تریلانی هری را صدا کرد، به رون گفت: توی سالن عمومی می بینمه. هوای برج از همیشه گرمتر بود. پرده های پنجره ها کاملا کشیده بود. شعله‌های آتش در بخاری بالا و پایین می رفت و بوی نامطبوعی همیشگی به مشام می رسید. هری از بوی زننده به سرفه افتاد و با عجله از میان میز و صندلی‌های پراکنده رد شد و به سوی پروفسور تریلانی رفت که پشت میزی نشسته بود و گوی بلورینی در مقابلش می‌درخشید. او به نرمی گفت: روز بخیر عزیزم، لطفاً به این گوی نگاه کن و هر چی در اون دیدی به من بگو. لازم نیست عجله کنی، با دقت نگاه کن. هری خم شد و به گوی بلورین چشم دوخت. هر چه سعی میکرد در آن چیزی به غیر از فضای مه‌آلود سفید ببیند موفق نشد. پروفسور با ملایمت از او پرسید: خب چی میبینی؟ گرمای هوای برج تحمل ناپذیر بود و بوی عطر تندی که از آتش برمیخواست سوراخ‌های بینی هری را میسوزاند. هری به یاد حرف رون افتاد و تصمیم گرفت وانمود کند چیزی دیده است و گفت: به یه شکل تیره میبینم. چه شکلی هان؟ هری ذهنش را برای پیدا کردن موضوعی میکاوید که به یاد کجمنقار افتاد. سپس قاطعانه گفت: یه هیپوگریفه. آفرین. پروفسور تریلانی با علاقه روی کاغذ پوستی که روی زانوش گذاشته بود چیزی نوشت و گفت: پسرم، ممکنه بتونی ببینی آخر و عاقبت کار هاگرید بیچاره با وزارت سحر و جادو به کجا میکشه؟ با دقت نگاه کن، ببین هیپوگریفه سر داره یا نه. هری قاطعانه گفت: بله. پروفسور گفت: مطمئنی؟ مطمئنی که درست دیدی؟ ببین روی زمین دست و پا نمیزنه؟ ببین یه نفر با تبر بالای سرش نایستاده؟ هری که داشت منقلب میشد گفت: نه. پروفسور گفت: روی زمین خون نریخته، هاگرید گریه نمیکنه؟ هری که دلش میخواست هر چه زودتر از آن اتاق گرم و خفه کننده بیرون برود گفت: نه، حالش خوبه، داره پرواز میکنه و میره. پروفسور تریلانی آهی کشید و گفت: خب دیگه کافی عزیزم. چندان امیدوار کننده نبود، اما تو سعی خودتو کردی. هری که خلاص شده بود از جایش بلند شد، کیفش را برداشت و به سوی دریچه حرکت کرد. اما در همان لحظه صدای دورگه از پشت سرش گفت: امشب اتفاقی پیش می آید. هری برگشت و پروفسور تریلانی را دید که با قیافه جدی روی صندلی نشسته بود. لبش آویخته بود و به نقطه‌ای نامشخص خیره بود و نگاه میکرد. هری گفت: ببخشید، چی گفتین؟ اما به نظر میرسید که پروفسور تریلانی صدای هری را نشنیده است. چشمهایش در حدقه بالا رفت. هری با وحشت در جایش میخکوب شده بود، درست مثل اینکه دچار حمله مغزی یا قلبی شده باشد. هری مردد بود، میخواست با عجله به درمانگاه برود، اما پروفسور تریلانی دوباره با همون صدای دورگش که هیچ شباهتی به صدای خودش نداشت شروع به صحبت کرد و گفت: لرد سیاه تنها و بیاور است، پیروانش او را ترک کردند. در این 12 سال خادمش را به قل و زنجیر کشیده بودند. امشب پیش از نیمه شب خادمش خود را آزاد میکند و به اربابش میپیوندند. لرد سیاه به کمک خادمش دوباره برمیخیزد، قدرتمندتر و وحشتناکتر از قبل. امشب قبل از نیمه شب آن خادم به اربابش میپیوندد. سر پروفسور تریلانی روی شانهش افتاد. صدایی شبیه به خورناس از گلویش خارج شد و ناگهان سرش را بلند کرد و با چهره خوابالودی گفت: متاسفم پسر عزیزم، گرمای امروز باعث شد یک لحظه خوابم ببره. هری که نمیتوانست از او چشم بردارد همونطور که ایستاده بود گفت: پروفسور تریلانی. پروفسور گفت: اشکالی پیش اومده عزیزم؟
شما به من گفتین که لرد سیاه دوباره به قدرت میرسه و خادمش دوباره به اون میپیونده. پروفسور تریلانی که مات و متحیر شده بود گفت: لرد سیاه، همونی که نباید اسمشو گفت. پسر عزیزم، این موضوع شوخی بردار نیست. دوباره به قدرت برسه؟ نه بابا. ولی الان خودتون گفتین پروفسور، شما گفتین لرد سیاه. مثل این که تو هم خوابت برده بود هری و خواب دیدی. فکر نمی کنم من چنین پیشگویی بعیدی بکنم. هری از نردبان نقره‌ای و پلکان مارپیچی پایین رفت. در عجب بود. آیا پروفسور تریلانی این بار واقعا آینده رو پیشگویی کرده بود؟ یا با این پیشگویی میخواست امتحانش حسن ختام جذابی داشته باشد؟ 5 دقیقه بعد او مثل برق از جلوی نگهبانان در ورودی برج گریفندور گذشت. جملات پروفسور تریلانی هنوز در گوشش تنین می‌افکندند. دانش آموزان شاد و خندان در خلاف جهت او حرکت می‌کردند و پس از مدت‌ها انتظار آزاد و فارغ از هر دغدغه به محوطه پیرامون قلعه می‌رفتند. وقتی از حفره تابلو وارد سالن عمومی شدند، هیچ کس آنجا نبود جز رون و هرمیون که در گوشه‌ای نشسته بودند. هری که به نفس نفس افتاده بود گفت: پروفسور تریلانی الان به من گفت. اما با مشاهده حالت چهره آنها ساکت شد. رون که صدایش به زور در می آمد گفت: کجمنگار محکوم شد. هاگرید اینو فرستاده. این بار یادداشت هاگرید خشک بود. اثری از قطره‌های اشک به چشم نمی خورد، اما کاملا مشخص بود که هنگام نوشتن دستش به شدت می لرزیده است، زیرا خطش قابل خواندن نبود. هاگرید نوشته بود: محکوم شدیم، قرار غروب اعدامش کنن. کاری از دست شما بر نمیاد. از قلعه خارج نشین. نمیخوام اون صحنه رو ببینید. هاگرید. هری بلافاصله گفت: ولی ما باید بریم. نباید بگذاریم تک و تنها بشینه و منتظر مأمور اعدام بمونه. رون که از پنجره بیرون را نگاه میکرد گفت: ولی موقع غروب خورشید ما هم اجازه نداریم از قلعه بیرون بریم. چه برسه به تو هری؟ هری سرش رو با دو دست گرفت و به فکر فرو رفت و گفت: اگر فقط شنل نامرئی رو آورده بودم. هرمیون پرسید: شنلت کجاست؟ هری ماجرای گذاشتن شنل در تونل مخفی ساحری یک چشم رو برای هرمیون تعریف کرد و در پایان گفت: اگه اسنیپ یه بار دیگه منو دوروبر اون مجسمه ببینه توی دردسر میافتم. هرمیون از جایش برخاست و گفت: حق با توست هری، اگه تو رو ببینه چجوری قوز ساحره رو باز میکنی؟ کافیه با چوب دستی بهش بزنی و بگی دیسندیوم. ولی هرمیون صبر نکرد تا هری جملهش را تمام کند. دوان دوان خود را به حفره تابلو رساند و در را باز کرد و از نظرها ناپدید شد. رون که تا آخرین لحظه به او خیره نگاه میکرد گفت: نکنه رفته شنل نامرئی رو بیاره. حدس رون درست بود. یک رو بعد هرمیون آمد. شنل نامرئی نقره‌ای رنگ را با دقت تا کرده بود و زیر لباسش پنهان کرده. رون با چهره‌ای حیرت زده گفت: هرمیون، هیچ معلومه این روزا چت شده؟ اول به مالفوی سینه زدی، بعد از کلاس پروفسور تریلانی بیرون اومدی؟ هرمیون شاد و خرسند به نظر می‌رسید. آنها همراه سایر دانش آموزان برای خوردن شام به سرسرای بزرگ رفتند. اما بعد از خوردن شام همراه بقیه به سالن عمومی باز نگشتند. هری شنل نامرئی را زیر لباسش پنهان کرده بود و به ناچار تمام مدت دست به سینه نشسته بود تا برآمدگی آن جلب توجه نکند. آنها در یکی از اتاقهایی که به سرسرای ورودی باز می‌شد پنهان شدند و منتظر ماندند تا همه از آنجا بیرون بروند. وقتی آخرین دانش آموز با عجله از سرسرای بزرگ خارج شد و در آن را به هم کوبیدند، هرمیون سرش را از لای در بیرون برد و نگاهی انداخت و گفت: خب دیگه همه رفتن، بهتر شنل رو بپوشیم. در زیر شنل بسیار نزدیک به هم راه می رفتن. مبادا کسی آنها را ببینه. آهسته و پاورچین از سرسرای ورودی خارج شدن و از پله های سنگی قلعه پایین رفتن. خورشید در پشت جنگل ممنوع پایین می رفت و از لابلای شاخه های نازک بالای درخت نورافشانی می کرد. به کلبه هاگرید رسیدن و در زدن. 1 دقیقه بعد هاگرید در را باز کرد و با چهره رنگ پریده و بدن لرزانش به اطراف نگاهی انداخت. هری از زیر شنل آهسته گفت: ماییم، شنل نامرئی پوشیدیم. بگذار بیاییم تو که بتونیم از زیر شنل در بیاییم. هاگرید کنار ایستاد و گفت: ولی شما نباید می اومدین. بچه ها وارد کلبه هاگرید شدند و هاگرید بلافاصله در را بست. هری بلافاصله از زیر شنل بیرون اومد.
هاگرید نه گریه کرد نه خود را در آغوش آنها انداخت. درست مثل کسی بود که نمی‌داند به کجا برود و چه کار کند. مشاهده این سرگشتگی و بیقراری از دیدن اشکای او دشوارتر بود. هاگرید دست لرزانش را به سمت قوری برد و گفت: چای می‌خوریم؟ هرمیون با اکراه پرسید: پس کچمنگار کجاست؟ هاگرید که انگامی ریختن شیر به داخل ظرف دستش می‌لرزید و شیرها را روی رومیزی ریخت گفت: بردمش بیرون، توی جالیز بستمش. گفتم بهتر درختها رو ببینه و توی هوای آزاد نفس بکشه. آخه قبل از دست هاگرید چنان به شدت لرزید و به ظرف شیر خورد که ظرف شیر به زمین افتاد و همه شیرها ریخت. هرمیون گفت: من اینجا رو تمیز میکنم هاگرید. سپس با عجله شروع کرد به تمیز کردن زمین. هاگرید روی صندلی نشست و در حالی که با آستین پیشانیش را پاک میکرد گفت: توی کابینت یکی دیگه هست. هری به رون نگاه کرد. او نیز با دلسردی نگاهش را پاسخ داد. سپس کنار هاگرید نشست و گفت: هاگرید، یعنی هیچ کاری نمیتونیم بکنیم؟ دامبلدور که هاگرید حرفشون رو قطع کرد و گفت: اون سعی خودشو کرده، اون توی کمیته هیچ نفوذی نداره. بهشون گفت که کژمنقال بی آزاره ولی اونا ترسیدن. این یارو جلاده، دوست مالفویه، ولی خب مطمئنم که کژمنقال راحت و سریع تموم میشه. خودم هم پیشش میمونم. هاگرید بغضش را فرو خورد. چشمهایش را با بیقراری آن سوی و این سوی کلبه میکاوید، گویی به دنبال ذره امید و آرامش میگشت. هاگرید ادامه داد: قرار دامبلدور هم بیاد. امروز صبح نامش به دستم رسید. نوشته بود که میخواد بیاد اینجا که پیش من باشه. عجب مرد بزرگیه. هرمیون که در کابینت به هم ریخته هاگرید دنبال پارچشگیر میگشت، ناگهان بغضش ترکید، اما در حالی که سعی میکرد از گریه کردن خودداری کند، پارچشگیر را برداشت و برگشت و گفت: ما هم پیشت میمونیم هاگرید. ولی هاگرید با حرکت سر مخالفت کرد و گفت: شما باید برگردیم به قلعه. گفتم که نمیخوام اون صحنه رو ببینیم. تازه شما اجازه ندارید اینجا باشین. اگر دامبلدور و فاج هری رو ببینن چی؟ در آن لحظه اشک از چشمهای هرمیون سرازیر شده بود و برای آنکه هاگرید او را در این حال نبیند، خود را با درست کردن چای مشغول کرد. وقتی شیشه شیر را برداشت تا مقداری از آن را در پارچ بریزد، ناگهان جیغ کشید و گفت: رون، باورم نمیشه، این خالخالیه. رون که به او خیره شده بود گفت: چی گفتی؟ هرمیون پارچه شیر را از روی میز برداشت و میز را کنار زد. خالخالی که با وحشت جیرجیر میکرد و گیج شده بود، با عجله از پایه میز بالا رفت. رون با تعجب گفت: خالخالی، خالخالی، تو اینجا چی کار میکنی؟ سپس موش وحشت زده را گرفت و جلوی نور نگه داشت. خیلی لاغرتر از قبل شده بود. موهایش دسته دسته ریخته بود و گر شده بود. خالخالی در دست رون پیچ و تاب میخورد، گویی که میخواست خود را آزاد کند. رون گفت: ناراحت نباش خالخالی، هیچ گربه اینجا نیست، هیچ کسی کاری با تو نداره. هاگرید که نگاهش به پنجره خیره مانده بود، ناگهان از جایش برخاست. صورتش که به طور معمول سرخ بود، مثل گچ سفید شده بود. به آنها گفت: دارن میان. هری، رون و هرمیون بلافاصله از پنجره بیرون را نگاه کردند. چند نفر از پله‌های سنگی قلعه پایین می‌آمدند. از همه جلوتر دامبلدور بود که ریش نقره فامش در روشنایی بیفروغ خورشید می‌درخشید. کورنلیوس فاج در کنارش بود. مکنیر، مأمور اعدام و جادوگر پیر و فرتوتی که نماینده کمیته بود، نیز پشت سر آنها در حرکت. هاگرید که تمام بدنش به لرزه در آمده بود گفت: دیگه باید برین، اونا نباید شما رو اینجا ببینن، زود باشین. رون خالخالی رو در جیبش گذاشت و هرمیون شنل نامرئی رو برداشت. هاگرید گفت: بیاین از در پشتی بریم بیرون. هر سه دنبال هاگرید از دری وارد حیاط پشتی شدند. هری احساس قید عادی و عجیبی داشت و با دیدن کژمنقار که در فاصله چند متری آنها به درختی در کنار جالیز هاگرید بسته شده بود، حالش بدتر شد. به نظر می رسید کژمنقار می داند حادثه‌ای در شرف وقوع است، زیرا با حالتی عصبی سرش را تکان می داد و پنجه هایش را روی زمین می کشید. هاگرید با مهربانی گفت: نگران نباش عزیزم، نگران نباش. سپس رویش را به سمت آنها برگرداند و گفت: خب دیگه زودتر از اینجا دور شید، زود باشین دیگه. اما هری، رون و هرمیون از جایشان تکان نخوردن. هاگرید، ما نمیتونیم، ما بهشون میگیم که واقعا چه اتفاقی افتاده بود، نمیگذاریم اونو بکشن. هاگرید با قیافه جدی گفت:
زودتر برین، همینجوری همه چیز افتضاح هست. اگه شما هم توی دردسر بیافتین وضع از اینم بدتر میشه. چاره دیگری نداشتن. همین که هرمیون شنل را روی هری و رون انداخت، صدای چند نفر از جلوی کلبه به گوش رسید. هاگرید به جایی که آنها قبل از ناپدید شدن ایستاده بودند نگاه کرد و گفت: زود برگردین، اینجا نمونید. در همان لحظه صدای چند ضربه بر در کلبه به گوش رسید و هاگرید با عجله به سمت در جلویی کلبه رفت. هری، رون و هرمیون که گویی به خلسه فرو رفته بودند آهسته کلبه هاگرید را دور زدند و وقتی به جلوی کلبه رسیدند در آن با صدای بلندی بسته شد. هرمیون آهسته گفت: تو رو خدا زود باشین، من نمیتونم تحمل کنم. از سراشیبی چمنزار بالا رفتند. خورشید لحظه به لحظه پایین تر می‌رفت. آسمان به رنگ خاکستری و ارغوانی در آمده بود، اما در سمت غرب آسمان یاقوتی و درخشان به نظر می رسید. رون ناگهان متوقف شد. هرمیون گفت: رون زود باش دیگه، آخه خالخالی یه دقیقه آروم نمی گیره. رون خم شده بود و میخواست خالخالی رو در جیبش نگه داره، اما موش از کوره در رفته بود. دیوانوار جیر جیر میکرد و پیچ و تاب میخورد و دست رون رو گاز میگیره. رون آهسته گفت: خالخالی منم دیوونه، منم رون. در همان لحظه از پشت سرشان صدای باز شدن در کلبه و صدای گفتگوی چند مرد را شنیدن. هرمیون که نفسش بند آمده بود گفت: تو رو خدا تکون بخور رون، میخوان کار رو تموم کنن. باشه خالخالی آروم بگیر دیگه. دوباره حرکت کردند. هری نیز مانند هرمیون میکوشید صدای همهمه پشت سرشان را نشنوه. رون دوباره ایستاد و آهسته گفت: نمیتونم نگهش دارم خالخالی، خفه شو، الان همه صدامونو میشنون. موش دیوانوار جیر جیر میکرد و پیچ و تاب میخورد، اما صدایش مانع رسیدن صداهایی نمیشد که از حیات کلبه هاگرید به گوش میرسید. ابتدا صدای همهمه نامشخصی را شنیدند، سپس سکوت برقرار شد و بعد از آن صدای واضح تبر به گوش رسید. هرمیون بر خود لرزید و آهسته به هری گفت: کار خودشونو کردن؟ باورم نمیشه کار خودشونو کردن.